سلام به همراهان همیشگی کانال فارسی نت. خیلی ممنون که در این ویدیو هم همراه ما هستین. امروز میخواییم در مورد فشار خون رو بالا باهاتون صحبت کنیم. پس همراه ما باشید. فشار خون مقدار نیرویی است که در برابر دیواره‌های شریان‌ها اعمال می‌شود، زیرا خون از طریق آنها جریان می‌یابد. به گفته انجمن قلب آمریکا، در ایالات متحده حدود 85 میلیون نفر فشار خون بالا دارند که از هر 3 نفر آنها یک نفر بالای 20 سال است. مؤسسه ملی بهداشت تخمین می‌زنند که حدود 2/3 افراد بالای 65 سال در ایالات متحده دارای فشار خون بالا هستند. اگر بدون درمان و کنترل نشدن باقی بماند، می‌تواند مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد، مانند نارسایی قلبی، از دست دادن بینایی، سکته مغزی و بیماری کلیوی. علل ابتلا به بیماری فشار خون. 1. سن. هرچه سن شما بالاتر باشد، خطر ابتلا به فشار خون بیشتر است. 2. تاریخ خانوادگی، وراثت. اگر شما در افراد خانواده نزدیک پرفشاری خون دارید، احتمالاً وجود آن به میزان قابل توجهی در شما بیشتر است. 3. دما. یک مطالعه که در آن 8800 شرکت کننده بالای 65 سال حضور داشتند و تحت نظر بودند، دریافتند که مقادیر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در طول سالهای مختلف و توزیع دمای هوای فصلی متفاوت است که وقتی هوا گرمتر از فشار خون پایین می آید و وقتی هوا سردتر از فشار خون بالا می آید. 4. زمینه قومی. شواهد نشان می دهد که افراد مبتلا به سرخچه آفریقایی یا جنوب آسیا در معرض خطر ابتلا به فشار خون بالا هستند، در مقایسه با افرادی که عمدتاً قفقاز یا آمریکایی هستند. 5. چاقی و اضافه وزن. این افراد نسبت به کسانی که وزن طبیعی دارند، بیشتر در معرض فشار خون بالا قرار می گیرند. 6. به طور کلی فشار خون بالا در مردان بالغ بیشتر از زنان بالغ است که با این حال پس از 60 سالگی هر دو جنس به طور مساوی نسبت به این بیماری حساس هستند. 7. فیزیکی. عدم فعالیت، فقدان ورزش و همچنین داشتن یک زندگی بی حرکت و بی تحرک باعث افزایش خون بالا می شود. 8. سیگار کشیدن. سیگار کشیدن باعث عروق خونی و منجر به فشار خون بالا می شود. سیگار همچنین مقدار اکسیژن خون را کاهش می دهد، بنابراین ضربان قلب برای جبران این کاهش افزایش می یابد و در نتیجه فشار خون بالا می رود. 9. مصرف الکل. به گفته محققان، افرادی که به صورت مرتب الکل مصرف می کنند، فشار خون سیستولیک بالاتری نسبت به مابقی افراد دارند. 10. مصرف زیاد نمک. طبق گزارشات محققان، جوامعی که مردم آن کمتر نمک می‌خورند، فشار خون پایین‌تری نسبت به کسانی که نمک زیادی استفاده می‌کنند دارند. 11. استرس ذهنی. مطالعات مختلف شواهد قانع کننده ای را ارائه دادند، مبنی بر اینکه استرس ذهنی به ویژه در طولانی مدت تأثیر جدی بر میزان فشار خون می‌گذارد. 12. دیابت. افراد مبتلا به دیابت نوع 2 در معرض خطر ابتلا به فشار خون بالا به علت قند خون بالا هستند و همچنین احتمال بروز اضافه وزن و چاقی بیماری‌های قلبی و عروقی نیز در آنها وجود دارد. 13. بارداری. زنان باردار خطر ابتلا به فشار خون بیشتری دارند. این شایع‌ترین مشکل پزشکی است که در دوران بارداری رخ می‌دهد و 2-3% از همه حاملگی‌ها را پیچیده می‌کند. علائم و نشانه‌های فشار خون. اکثر افراد مبتلا به فشار خون بالا علائم را ترجمه نمی کنند و همین دلیل اغلب به عنوان قاتل خاموش شناخته می شود. با این حال، هنگامی که فشار خون به 100 تا 180 میلی‌متر جیوه برسد، یک فوریت پزشکی شناخته می شود که به عنوان یک بحران شناخته می شود. سردرد، حالت تهوع، استفراغ، تاری دید یا دوربینی، خونریزی بینی، تپش قلب یا ضربان نامنظم، مشکل تنفسی، اینها مواردی هستند که در این موارد رخ می‌دهد. چند نوع مواد غذایی که برای فشار خون بسیار مفید هستند. سیر. اگر مزه سیر برای شما خیلی قوی باشد، مکمل‌های سیر نیز موجود هستند. اگر نمی‌توانید کل بوته سیر را بخورید، یک تکه سیر را در دهان خود نگه دارید و سعی کنید آن را 15 دقیقه بمکید. همچنین می توانید 1-2 حبه سیر را خورد کنید، آن را در یک لیوان آب مخلوط کنید و بنوشید. یک روش دیگر آن است که تیکه های خورد شده را بردارید، آن را روی یک تیکه میوه بگذارید و با عسل بپوشانید. هویج. روزانه 1-3 لیوان آب هویج بنوشید. مطمئن شوید میوه ارگانیک خریداری کرده اید و هیچ شکری به آن اضافه نکنید. گوجه.
یک گوجه فرنگی تازه، سس گوجه فرنگی و یا آب میوه را ترکیبی را هر روز بخورید. اگر طعم گوجه فرنگی را دوست ندارید، از مکمل‌های لیکوئین استفاده کنید. از سس گوجه فرنگی تجاری پرهیز کنید چون حاوی سطوح بالایی از سدیم است. کرفس، کرفس خرد شده را در چای، غذا و یا آب کرفس تازه بریزید و آن را 3 بار در روز بنوشید. انار، دانه انار را به سالاد اضافه کنید و یا آب آن را بنوشید. چغندر و تربچه، آب چغندر یا تربچه بهترین نوع سبزیجات هستند که فشار خون را کاهش می‌دهند. روزانه 1 لیوان از آن را بنوشید. کنجد، 1 اونس کنجد یا روغن کنجد را روزانه حداقل 2 ماه به غذاهای خود اضافه کنید. زنجبیل، زنجبیل تازه را به اسموتی و آب میوه اضافه و سعی کنید زنجبیل را در غذاهای روزانه خود بگنجانید. آب نارگیل، 8 اونس آب نارگیل ارگانیک را 1 تا 3 بار در روز بنوشید. تأثیرات بر پایه وزن هستند، بنابراین اگر چاق هستید آب نارگیل بیشتر بنوشید، 3 بار در روز. فلفل قرمز، 1 قاشق چایخوری فلفل قرمز روزانه مصرف کنید. اگر طعم آن را برای شما بسیار تند است، می توانید 1 مکمل فلفل را مصرف کنید. شکلات تیره، مطمئن شوید شکلات یا پودر کاکائو حداقل 50-80% از کاکائو را تشکیل می دهد تا از مزایای آن بهره مند شوید. فقط به خاطر داشته باشید که هرچه مقدار کاکائو بیشتر باشد مغذی تر است. هل، 1 قاشق چایخوری از پودر هل را با اثر ارگانیک خام در 1 فنجان آب تصفیه شده مخلوط کنید، 2 بار در روز بنوشید. زالزالک، چای زالزالک را 1 تا 3 بار در روز بنوشید. گیاه پنجه گربه، روزانه 350 میلی گرم از گیاه پنجه گربه استفاده کنید. چای با گیاه پنجه گربه جایگزین خوبی است. زردچوبه، پودر زردچوبه را به چای مورد علاقه خود اضافه بکنید و آن را با عسل ارگانیک و زنجبیل خام مخلوط کنید. امگا 3، ماهی چرب مثل ماهی قزلالا، شاه ماهی، کنسرو ماهی تون و ساردین حاوی مقدار خوبی از امگا 3 هستند. مقدار توصیه شده از امگا 3 1000 میلی گرم است. استخوندوز، از روغن و یا اسانس استخوندوز در پخت و پز روزمره خود استفاده کنید. گوش کردن به موسیقی آرامش بخش، مدتی را کنار بگذارید تا آرامش خود را حفظ کنید و به برخی موسیقی یا سمفونی ها گوش دهید. ورزش کردن، مقدار توصیه شده برای ورزش روزانه 30 دقیقه فعالیت هوازی است. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه و شما را در مراحلی از زندگیتون کمک کنه. خیلی ممنون که همراه ما هستید. لطفا ما را سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید. شب و روزتون خوش.